مسئله بود. میخواد با یکی دوستان صحبت کنیم اگه کوتاه باشه حرفشون. الو صحبتون بخیر. سلام آقای کمالی، حال شما خوبه؟ بفهمت، خواهش میکنم. ببخشید من یه سوال داشتم. این تلویزیون ایران اینترنشنال که اون خانم گزارشگرتون گفتن که خبرنگاراش بودن تو جلسه، این تلویزیون بیسش کجاست؟ از کجا پخش میشه؟ مثل که لندن و واشنگتن. لندن و این برامر هم دفتر داره، همینجا هم دفتر دارن. درسته بله. اون بهترین تلویزیون های که خیلی هم راحت تو ایران میتونن مردم استفاده کنن همشون شده از لندن. آخه ببینید الان بحثی از تلویزیون های ماهواره یا فارسی زبان کمک های مالی میگیرن از جاهای مختلف، اونطور که من شنیدم از CIA بگیرید تا کشورهای مثل عربستان، اسرائیل، اینها کمک هایی میکنن به برخی از تلویزیون ها. درست. خیلی متشکرم. خواهش میکنم. مرسی. الو صبح بخیر. الو سلام. سلام بهت جانم. ببخشید من یکم صدام خرابه، حال ندارم، مریضم. اول میخواستم خدمت شما و آقای زکایی عزیز سلام عرض کنم و بگم دستشون درد نکنه، مخصوصا این مجلش، اون سرمقالش برای من خیلی خیلی جالبه و بقیه مطالب. و خواهش کنم یه سوالی ازشون ببینم، اینا واقعا اینا همه حقیقت داره آقای؟ بله بدون استثنا همشون حقیقت. یعنی باور کنید در هر موقعیتی اول من اونو میخوام. دستتون درد نکنه، عالیه. مرسی، خیلی ممنون. پس اینو گوش کنید. به هر طریقی بود از ایران خودم را به لس آنجلس رساندم تا خواهر گمشده و سرگشته و آوارم را برگردانم. خواهری که می گفت 4 سال در میان بی خانمان های لس آنجلس هر چه ناله کردم و به فارسی هموطنانم را صدا زدم که یک لحظه به حرف های من توجه کنید، هیچ کس اعتنایی نکرد. به جز 2-3 نوجوان و یک مادر پیر و غیره. خلاصه در یه جایی ایشون میگه که 11 سال پیش بهزاد که به گفته خودش فارغ التحصیل UCLA بود، در سفرش به ایران در یک مهمانی عاشق قاصدک خواهر 19 ساله من شد. بهزاد همه دوستان و فامیل را واسطه کرد تا بتواند با قاصدک ازدواج کند و او را با خود به آمریکا ببرد. این اسمها حقیقیه؟ بله. یعنی قاصدک خانومیه واقعا؟ بله. باریکلا. 11 سال پیش بهزاد که اوکی اینو گفتیم، میگه من سخت مخالف بودم چون در لس آنجلس و نیویورک که مدت ها زندگی کرده بودم به چشم دیده بودم بجز در میان تعداد معدودی از خانواده های اصیل و تحصیل کرده، ازدواج آنچنان مفهومی ندارد، خصوصا وقتی مردی بعد از 2 تا 3 دهه زندگی در آمریکا با یک دختر بعد از انقلاب ازدواج میکند. توافد سلیقه ها و فرهنگ ها و ایده‌آل ها خیلی زود آنها را به بنبست میکشاند و من نگران همین عاقبت ها بودم. بهزاد میگفت که در 22 سال گذشته در جمع ایرانیان و که با فرهنگ و اخلاق ایرانی زندگی کردن من میتواند بهترین شوهر دنیا برای قاصدک باشد. مثل این که درست از آب در نمیده. بهزاد مقصر این تو؟ بله. چیکار کرده بهزاد؟ بعد چون خانم یه ذره چاق شده قاصدک بعدن هوملس میشه؟ بله. تو خیابون زندگی میکنه. برادرش میاد نجات میده. خب الان شاید میتونه برای طلاقش یه مقدار پول پیدا کنیم براش. همه این کارا کرده دادگاه. حالا شاید آقای دکتر فرهاد مجدی کاری براش بکنن. آقای دکتر فرهاد مجدی صبحتون بخیر. صبح بخیر. چرا آقای خانم به خاطر چاقی طلاق دادن؟ بعد وزنشو کم میکرد. خبرهای خوبی بدید برای خانمایی که تحت فشار شوهرهای بدجنس قرار میگیرن. البته خبر امروز یه مقدار فرق داره با دیگران. برای این صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما آقای کمالی. صبح بخیر میگم خدمت آقای زکایی و خسته نباشی میگم به شما دوستان عزیز و محترمم. درود میفرستم خدمت تمام همیهنان عزیزم. من فرهاد مهج از دفاتر مهج و همکاران گزارش حقوقی این ساعت را تقدیم حضور می دارم. یکی از مشکلاتی که طرفین پرونده طلاق با آن روبرو می شوند تداخل دیگر مبحث‌های قانونی با قوانین مربوط به خانواده است. تداخل قوانین مربوط به ورشکستگی با قوانین خانواده
در هر پرونده طلاق حائز اهمیت خاصی است، چرا که اقدام یکی از همسرها برای ورشکستگی تأثیر مهمی در روند پرونده طلاق خواهد داشت. قابل ذکر است که اقدام به تقاضای ورشکستگی حق قانونی هر فرد محسوب شده و ممانعت از چنین اقدامی عملی نیست. احتمال این هست که در صورت موجودیت یک پرونده طلاق در دادگاه خانواده، یکی از همسرها تقاضای ورشکستگی کرده سعی کند خود را از زیر بار قرض‌های مشترک رهایی بخشد. در چنین مواردی یکی از همسرها قادر است که تحت پوشش گفتار 7 یعنی چپتر 7 و یا گفتار 13 یعنی چپتر 13 تقاضانامه خود را به دادگاه ورشکستگی ارائه دهد. تقاضای ورشکستگی تحت پوشش چپتر 7 به متقاضی امکان این را می‌دهد که تمام قرض‌های شخصی خودش را پاک کرده و بدون داشتن هر گونه مسئولیت مالی به زندگی نوین تهی از قرض آغاز کند. تقاضای ورشکستگی تحت پوشش چپتر 13 موقعی محتمل است که فرد متقاضی دارای درآمد مکفا بوده ولی عاجز از بازپرداخت تمام قرض هاست. در این نوع موارد معمولا متقاضی درصدی از قرضهای خود را در طی مدت 3 و یا 5 سال به طلبکاران بازپرداخت می کند. نکته مهمی که دوستان باید به آن آگاه باشند این است که تقاضای ورشکستگی تحت هر کدام از این گفتارها مسئولیت پرداخت نفقه و هزینه سرپرستی فرزند را تحت پوشش قرار نمی دهد و همسری که طبق رأی دادگاه خانواده موظف به پرداخت نفقه و یا هزینه سرپرستی فرزند هست نمی تواند از مسئولیت پرداخت شانه خالی کند. دفتر ما در مرافع کردن پرونده های پیچیده طلاق و تداخل قوانین مربوط به ورشکستگی با قوانین خانواده از تجربه خاصی برخوردار است و دوستان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با من فرواد مجد با شماره تلفن 310-956-4600 تماس بگیرند. روز و روزگار خوش.